به شما نوید و وعده تمدن بزرگ با جزئیاتش به شما میدیم و دیگران فکر میکنم که به شما وعده وحشت بزرگ بدن. ما گفتیم تازه 11 سال دیگه میرسیم به دروازه های تمدن بزرگ. من نیز پیام انقلاب شما ملت ایران را شنیدم. علی‌رغم فراز و فرودهایی که روابط ایران و بریتانیا در سالهای پایانی حکومت پهلوی داشت، ولی تردیدی نیست که از منظر نظامی و اقتصادی و همکاری تجاری و سرمایه گذاری و صنعتی مهمترین شریک تجاری بریتانیا در منطقه خاورمیانه ایران بود و از این جهت ثبات حکومت پهلوی و استمرار سلطنت محمد رضا شاه برای بریتانیا خیلی اهمیت راهبردی داشت، هم از منظر روابط استراتژیک هم از منظر اقتصادی و تجاری. به همین جهت ما برخلاف گفته ها و نوشته های گوناگون اخیر کمتر و به ندرت شاهد نقار جدی بین دو کشور بودیم، اگرچه اختلاف نظر همیشه وجود داشت، به ویژه در مسئله حقوق بشر در ایران، مسئله تبلیغات رسانه های خارجی در مورد ایران و همینطور فعالیت های مخالفین حکومت پهلوی در اروپا به خصوص در بریتانیا. به همین دلیل دولت بریتانیا سعی میکرد خودش از این تنش ها و این چالش ها و این حواشی به دور نگه داره. اتفاقی که در این زمان میفته، یعنی در آبان 57، اینه که مشاوران حکومت شاه، چه مشاوران داخلی و سیاست ورزانی که به شاه راهنمایی میدادند و چه دو سفیر ارشد غربی در ایران، سفیر امریکا و سفیر بریتانیا، توصیه میکنن به شاه که به جای دولت ناتوان، ناکارآمد و به دور از اهداف پیش تعیین شده او، یعنی دولت جعفر شریف امامی، یک دولت نظامی مقتدر سر کار بیاره و شاه هم ظاهرا میپذیره، مثل موارد قبلی که عمل کرد عمل میکنه، یعنی ظاهرا توصیه مشاوران رو میپذیره ولی به مسیر خودش و در راه خودش که عملا معکوس عمل کنه. ولی فقط به امید در قبال اینها چه باید میکردی؟ چه کار میشد بکنی؟ مسلم خشونت خشونت جواب میده. شما شعارا رو دیدید؟ به خود نلرزیدید؟ چه ملت ایران به چه سرابی داره میره؟ به کجا میره؟ ای داد بر من، پیشنهاد سکوت بود، پیشنهاد خفقان بود، پیشنهاد رو امضا کردن که یک نفر بیشتر حق افزادن نداره. چرا؟ مگر ما چی میخواستیم بگیم؟ من یک قسمت از صحبتم رو خواندنی ها چاپ کرد بخونید، مگه چی میخواستیم بگیم؟ میخواستیم اون چیزهایی رو بگیم که شریف امیر امامی با شهامت تو برنامهش نوشته، همه یه ناب سامانی ها عنوان شده. من نمیدونم موافقین دولت که برنامه رو تحلیل بکنن چرا اینا رو نمیان بگن، اینا که تو این برنامه دولت نوشته شده و همش نمونه و نموداریست از خفقان، از نابسامانی، از نداشتن برنامه، از چپاول، از غارت مملکت. قبلا هم این مسئله اتفاق افتاده بود، ولی اگر مجاله بود راجع به حزب رستاخیز اینو میگفتیم. حزب رستاخیز هم دقیقا اینجوری بود، وقتی که به سراغ شاه میرن که برای توسعه سیاسی راهکاری پیدا کنن، او به جای اینکه احزاب کوچک و ناکارآمد رو تبدیل کنه به احزاب فعال و توسعه سیاسی رو گسترش بده، حزب یگانه و منحصر رستاخیز رو درست میکنه برای ایجاد توسعه سیاسی که خلاف اون چیزی که انتظار میرفت عمل کرد، درست برعکس عمل کرد. در این موضوع انتخاب نخست وزیر جدید هم محمد رضا شاه ظاهرا توصیه مشترین رو به خصوص توصیه های انتونی پارسونز و ویلیام سولیوان رو میپذیره.
و قبول میکنه یک دولت نظامی سر کار بیاره. منطقه مسئله این بود که دولت نظامی مورد نظر اونها کسی بود که به نسبه در مقایسه با بقیه نظامی ها پاکدست باشه، ضمناً خشن باشه و قاطع باشه و ضمناً محبوبیت در داخل ارتش هم داشته باشه. در بین کاندیدای موجود تنها کسی که همه این صفات رو با هم داشت، از قضای صفات دیگه هم بهش اضافه میشد و اون گرایش‌های نسبی مذهبی بود، ارتش بود غلامعلی اویسی بود که در دو حادثه مهم 15 خرداد 42 و 17 شهریور 57 امتحان خودش پس داده بود و سرکوب کرده بود مردم رو و با قاطعیت و بدون بی‌رحمی به اصطلاح وارد عمل شد. ولی اون کسی که انتخاب میکنه یک نظامی مورد توجه و مورد علاقه و در کنترل خودش که ارتش بود غلامرضا اصحاری است که در واقع رئیس ستاد بزرگ ارتش داران بود، فرمانده ارتش بود، نماینده شاه در فرماندهی قل قوا بود، ولی یک نظامی کاملا اداری و نظامی کاملا خارج از محیط نبرد بود و برخلاف اویسی شایبه های بسیار پشت سرش بود و بسیار هم سست و عنصر بود از جهت اداره مملکت در اون شرایط بحرانی. در این ساعات بسیار حساس و دقایق تاریخی تاریکی که بر شما ملت شریف ایران و بر وطن عزیزمان می‌گذرد، سرنوشت چنین بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه، مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود. مشکلی که وجود داره در این برهای حساس تاریخ ایران، ما در شهریور 20 هم شاهدش بودیم، در دورهای دیگه هم شاهدش بودیم، اینه که در هر حکومتی در ادوار مختلف تاریخ ایران، در اوان اون حکومت همیشه حاکمان نیازمند سیاستمداری هستند که به اونها راهنمایی درست بده، مشفقانه و دلسوزانه و بدون ترس و واهمه از تبعات اون راهنمایی، و مشورتشون مورد قبول واقع میشد. ولی به تدریج که حکومت مستقر میشد، چه در دوره قاجار چه در دوره پهلوی، این حکومت ها خودشون بی نیاز از مشاوران مستقل قهاری که نظرشون رو بدون ترس و واهمه میگفتن میدونستن و رو می آوردن به تکنوکرات ها و متخصصینی که تابع قدرت بودن و نظرشون بستگی به نظر حاکم وقت تغییر میکرد، یعنی تابع وقت بودن و در واقع هیچ گونه ابتکار شخصی از خودشون از ترس موقعیتشون بروز نمیدادن. این افراد به اصطلاح ترسو احتمالاً تکنوکرات و متخصص در شرایط ثبات آدمای خیلی خوبی هستند، یعنی میتونن شرایط رو اداره کنن و اون منویات حاکم رو پیش ببرن، ولی در شرایط بحران هیچ کمکی به ولی نعمت خودشون نمیتونن بکنن و همون مشفقین دلسوز نقنقوی منتقد که در واقع نگران آینده حاکم هستند، اونها هستن که میتونن کمک کنن، که معمولا دیگه یا آزردن یا از دنیا رفتن یا کشته شدن یا فراریان یا خلو نشینن. در سال 57 هم تعداد کسایی که به شاه مشورت میتونستن بدن، به خصوص از پاییز 57 به بعد، خیلی کمتر و کمتر میشدن و وقتی اویسی انتخاب نمیشه و اظهاری به جش میاد و ضمناً آغاز میشه اون گفتارها و گفتگوهایش رو برای رفتن از ایران، یعنی در مدام در ملاقات خصوصی صحبت از رفتن میکنه، تقریبا کشور غربی هم از شاه ناامید میشن و به دنبال میشن که مدیریت بحران کنن و تلاش کنن که اگر اتفاقی توی ایران میفته، ایران دست کشورهای اقماری شوروی و خود شوروی نیفته و کمونیست ها روی کار نیه. به همین دلیل که ما شاهدین هستیم که در اسناد سری مربوط به هیئت دولت، برای اولین بار در همون اول نوامبر 1378 به بعد، به مدت چند روز یک کمیته ویژه، یک کارگروه ویژه تشکیل میشه برای بررسی مسئله ایران و چند تا مقام عالی رتبه از وزارت خزانه داری، از وزارت دارایی، از وزارت خارجه، از وزارت انرژی و همینطور از وزارت صنایع، وزارت دفاع و همینطور از بخش مربوط به کردیت های صادرات، گارانتی های کردیت های صادرات، ECGD بهش میگن، و همینطور وزارت تجارت و همینطور در خود هیئت دولت تیمی تشکیل میشه 13 نفر که مدام مسائل ایران رو بررسی کنن و به سمع و نظر هیئت دولت، وزرا و شخص نخست وزیر وقت جیمز کالاهان برسونن.
همطور که میدونیم در همون موقع که جریان انقلابی در ایران اوج گرفته، در انگلیس هم به دلیل مشکلات اقتصادی و سیاسی شدید و دعواهای بین اتحادیه صنفی و دولت، شرایط رقابت انتخاباتی شدید شده و کابینه سایه و حزب رقیب که به رهبری خانم مارگارت تاچر در تلاشه که به هر قیمتی شده چه در انتخابات و چه حتی زودتر دولت کالاهان سرنگون کنه. بنابراین تحولات ایران به عنوان شریک مهم تجاری بریتانیا، چه از جهت نفت چه از جهت فروش مسائل تجهیزات نظامی و همکاری نظامی، خیلی برای انگلیس مهم بود. این کارگروه که تشکیل میشه یک عضو ویژه داره که این عضو جوانترین عضوشون هم هست و در واقع نماینده دولت هست، آقای نیک براون یا نیکلاس براون که اون موقع دیپلمات دونپایه هست و در کنار معاونان وزیر که در این کارگروه هستن داره کار در واقع دبیری و مدیریت اداری اون کارگروه به عهده میگیره. نیک براون از این جهت اهمیت داره که بعدها، یعنی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب، یک گزارش ویژه 100 صفحه‌ای تهیه میکنه از عملکرد بریتانیا در ایران و کالبد شکافی وضعیت بریتانیا در قبال سیاست ایران. ولی این فرد بعدها از نظر اداری در وزارت خارجه بریتانیا بالا میره و در بین تعاملات آشکار و پنهان ایران و بریتانیا نقش داشته در سالهای میانی بعد از پیروزی انقلاب، یعنی حدود سال 1375-6، و بعد هم در جریان بهبود روابط ایران و بریتانیا به عنوان سفیر جدید بعد از ماجراهای مربوط به سلمان رشدی به ایران میاد و به اول به عنوان کاردار به عنوان سفیر، و البته در سنین نسبتاً میانسالی به دلیل بیمار عارضه پارکینسون که داشت فوت شد و پسرش البته یکی از سیاستمداران الان. از اینجا نیک براون اشاره کردم برای اینکه نشون بدم که در این کارگروه هم افراد ورزیده و استخوندار انگلیس حضور داشتن، هم افراد جوانی که میتونستن به اصطلاح یک تحلیل‌های فرشتر و تازه‌تر رو ارائه کنن ورا و فرای به اصطلاح اون نگاه‌های رسمی که وجود داشت. صورت جلسه کارگروه آینده ایران در هیئت دولت اتاق کنفرانس ای پنجشنبه دوم نوامبر 1978 مقارن با 11 آذر 1357 ساعت 2:30 بعد از ظهر. رئیس کارگروه گفت این کارگروه تشکیل شده است تا در هفته آینده گزارشی درباره ابعاد مشخصی از وضعیت ایران به نخست وزیر ارائه کند. اولین هدف کارگروه این است که به وزیران چشم‌اندازی فوری و همه جانبه ارائه دهد که شامل مؤلفه‌های سیاسی و اقتصادی تلاطمات اخیر ایران و در برگیرنده موضوعاتی باشد که مستقیماً به دولت بریتانیا مرتبط است. برای هیئت وزیران بسیار مهم است که این گزارش بتواند چالش‌های احتمالی را شناسایی کند و تا آنجا که عملی است به مواردی اشاره کند که اقدامات پیشگیرانه بریتانیا ضروری است. اینکه کارگروه در حال انجام بررسی‌های خود است نباید مانع از آن شود که در صورت نیاز دپارتمان‌ها موضوعات دارای قید فوریت را مستقیماً به اطلاع وزرا برسانند. در این پرونده که در اسناد هیئت دولت هست به شدت در مسئله اینکه تحولات ایران، چه تحولات جاری چه تحولات بعدی و پیش رو، با هر گزینه‌ای چه تأثیری در بازار نفت می‌ذاره و چه تأثیری در دنیای تجارت و به خصوص تجارت منطقه‌ای و تجارت با بریتانیا میذاره بحث و بررسی میشه و ریسک پذیری بریتانیا رو در صورت ایجاد تغییرات در ایران رو بررسی میکنیم. مطالعه این اسناد خیلی دقیق نشون میده که به هیچ وجه بریتانیا همخوانی و همراهی با شرایط موجود و اون جریانی که در ایران رخ داده نداره و دوست داره که روند سیاسی در ایران به همون صورت ظاهراً با ثبات و متوازن قبل از اوجگیری انقلاب ادامه پیدا کنه و راهکاری پیشنهاد میکنه برای مقابله با انقلاب یا در واقع مدیریت بحران شرایط پیش اومده. باید توجه داشته باشیم که به خاطر اینکه ایران کنترل خلیج فارس تقریبا به عهده داشت، مسئله تنگه هرمز هم به عنوان آبراهی که بخش مهمی از بازار انرژی دنیا از اونجا تامین میشه از طریق اون تنگه کشتی ها رد می شدن، و همینطور ایران به خاطر تولید بالای نفتش که 6 میلیون بشکه بود و بعضی ها مطابقن که حتی بیشتر هم می تونست باشه، به خاطر اینکه حالا تو بخش قبلی گفتیم بعدا بیشتر خواهیم گفت،
به خاطر سیاست تهاتوری خریدهای ایران که از سال 55 اجباراً آغاز شده بود، نفت ایران گاهی بیشتر هم میشد، ولی همین 6 میلیون بشکه تاثیرگذاری مهمی در بازار انرژی داشت و میتونست انرژی دنیای انرژی تکون بده، کمون که تحولات انقلاب ایران و تحولات مربوط به تکون خوردن بازارهای انرژی در قیمت نفت و گاز و بنزین در دنیا خیلی تاثیر گذاشت و صنایع وابسته به اون و بر مزیدی بر علت بحران اقتصادی در بریتانیا هم شد، یعنی گرون شدن حامل‌های انرژی باز هم به اون دولت بحران زده کالاهان بیشتر بر شدت بحرانش افزود. May I put it this way? Many people watching you tonight, watching you talking to us now, many people in Britain, some of them cold, some of them quite poor, will be asking themselves what it is that you and certainly some of your Arab counterparts, sheikhs and rulers and governments, have against them. Are you, does it in any way serve your interests to make a British economy suffer? Why against? First of all, it's not British economy. If you want to say anything, it should be the world economy. And this is not against, we're just defending our chips. Because for such a long time, we have just been exploited, I can say that. And why don't you say that when the price of wheat was augmented by 300%, they had something against us? We had to buy it, or soybean, or steel products, or petrochemical products, which in some cases have augmented by 30 times. So did you have anything against us when you augmented those prices? Or what I buy from you, even weapons, the price that you are charging today is not what you were charging 2 months ago. It's increasing. Have you something against us? در یک از این گزارش‌ها بحث برای اولین بار شاید میشه گفت که گزینه یک رژیم جدید در ایران مورد بررسی قرار میدن و میگن که مختل شدن شرایط صادرات نفت در ایران چه تأثیراتی بر دنیا و بریتانیا خواهد گذاشت و شرکت‌های نفتی انگلیسی و مصرف کننده نفتی در انگلیسی و همینطور فعالیت‌های نفتی که انگلیس‌ها دارن در دریای شمال که می‌دونید بخشش مشترک با ایران بوده چه تأثیراتی ایجاد میشه درش. سوال بعدی که وجود داره اینه که ابعاد مختلف تأثیرگذاری سوای بریتانیا بر روی آمریکا، بر روی قیمت دلار و بر روی فعالیت‌های کشورهایی مثل اسرائیل و آفریقای جنوبی چه خواهد بود؟ چرا اسرائیل و آفریقای جنوبی مطرح میشه اینجا؟ دلیل اینکه ایران از معدود کشورهایی بود که در زمینه فعالیت نفتی چه صادرات نفت و چه پالایشگاه و همکاری‌های فرآورده‌های نفتی با این دو کشوری که مورد تحریم بخش مهمی از کشورهای دنیا بودن همکاری داشت. یعنی آفریقای جنوبی دوران آپارتاید اغلب کشورهای دنیا جرئت نمی‌کردن بهش نزدیک شن، مصوبات مشخص سازمان ملل شورای امنیت علیهش وجود داشت، ولی ایران در اونجا پالایشگاه داشت و همینطور نفت صادر می‌کرد و حتی در زمین‌های هسته‌ای یا در زمین‌های فناوری‌های پیشرفته‌تر با آفریقای جنوبی همکاری داشت. اسرائیل هم همینطور، یعنی بعد از جنگ 1973 که تحریم‌های نفتی جدی علیه اسرائیل وجود داشت، ایران خط لوله داشت برای اسرائیل و پالایشگاه داشت در اسرائیل و نفت صادر می‌کرد به اسرائیل. بنابراین یکی از سوال اولیه این کارگروه هیئت دولت بریتانیا تاثیرگذاری تحولات ایران بر این سوای بریتانیا و آمریکا بر این دو کشور خاص است که امتیازهای ویژه از ایران می‌گرفتند و این دو کشور اسرائیل و آفریقای جنوبی بودن. تاثیرگذاری متوقف شدن فعالیت‌های تجاری و نسبت درآمدزایی ایران که عمدتا نفت بود بر تجارت با ایران، یعنی صادراتی که بریتانیا به ایران داره چقدر از نظر مالی تحت تاثیر قرار می‌گیره و در واقع توقف عملیات مالی و پولی در ایران چقدر به سیاست‌های مؤسسه صادرات و تجارت بریتانیا همون ECGD لطمه وارد می‌کنه و خطر ایجاد می‌کنه. بخش سوم سوالی که در واقع بهش پاسخ داده نشده اینجا ولی بعدها بهش مفصل پرداخته شده
تأثیرات سیاسی به خصوص در خاورمیانه است که ایران چه تغییراتی درش میتونه ایجاد بشه و این تغییرات چه تأثیراتی در سیاست‌های خاورمیانه میتونه داشته باشه. البته در بقیه گزارش‌ها و همینطور گزارش‌هایی که بعد از انقلاب تهیه شده، بیشترین نگرانی از تغییر ناگهانی حکومت در ایران مسئله صدور انقلاب ایران به کشورهای حوزه جنوب خلیج فارس است و همینطور مسئله ترس و نگرانی شیوخ منطقه است از اینکه اقلیت‌های دینی به خصوص شیعیان و یا ناراضیان سیاسی ضد اون حکومت‌ها با درس گرفتن از انقلاب ایران اونها هم سعی کنند که حکومتشون سرنگون کنن. این خیلی مورد نگرانی اونها بود که عملا به تدریج دولت بریتانیا پیشگام رفع نگرانی از اونها میشه. یعنی بعد از انقلاب یا در آستانه انقلاب طی 3 سفر مختلف که خودش داستان مفصلی داره، مقامات بریتانیایی سعی کردن آروم کنن اعراب رو برای اینکه نگران و دستپاچه از انقلاب ایران نشن. اولین سفر سفر ملکه الیزابت دومه که از یکی دو سال قبل برنامه‌ریزی شده بود که به منطقه سفر کنه، ایران هم جزو این سفر بود، ولی خب طبیعتاً به خاطر تغییراتی که در ایران رخ میده سفر منحصر به کشورهای عربی میشه. دو سفر بعدی سفر نخست وزیر جدید بریتانیا که بعد از انقلاب حالا داریم راجع بهش صحبت میکنیم، مارگارت تاچر، و دستیار ویژه‌اش که آخرین سفیر بریتانیا در ایران بود، یعنی آقای آنتونی پارسونز به منطقه است که در واقع اینا تلاششون رفع نگرانی از کشورهای منطقه است. مدام اونها نگران خیزش‌های ناشی از انقلاب ایرانن که این سفرها منجر میشه به تدریج به یک اتحاد عربی ضد ایرانی در منطقه که شورای همکاری خلیج فارس تشکیل میده. البته راجع به این قبلا صحبت کرده بودیم ولی چون مرتبط به اینجا سعی کردم که یه اشاره بهش بکنم. چهارمین نکته‌ای که بهش پرداخته میشه اینه که اگر در ایران یک تغییر رژیمی صورت بگیره، حکومت جدید برخوردش و سیاستش در قبال تولید نفت و تجارت با بریتانیا چه خواهد شد؟ خب این سوال مهمیه و یک پیشبینی خلاصه هم ازش انجام شده و در واقع سوال دیگه‌ای که در کنار این سوال دیگه مطرح میشه اینه که آیا اساساً حکومتی در ایران میتونه سعی کار بیاد که تکافوی اینو پیدا داشته باشه که صادرات نفت رو متوقف کنه؟ آیا همچین ممکنه یا نه؟ ارزیابی کردن که همچین ممکن نیست و کنار گذاشتن تجارت خارجی از جمله با بریتانیا و همینطور متوقف کردن صادرات نفت چیزیه که ممکن نیست برای اینکه اقتصاد ایران و بسیار خوراک پیدا کردن برای 40 میلیون ایرانی که البته موقع شاید کمتر بود، 36 میلیون بود ولی اینجا میگه 40 میلیون، به اصطلاح عملا هیچ راهی رو به جز ادامه وضع فعلی برای تامین معاش ایران باقی نمیذاره. The special jet from London brought the Chancellor and Mr. Walker direct to St. Moritz. The two ministers have come here to Jet Set Switzerland to see the Shah of Persia about oil for Britain. The Shah is here for a month and he consented to break his annual winter holiday to see them. Mr. Barber apparently batted first, having half an hour with the Shah, discussing mainly very long-range ideas. He wants to persuade the Shah to reinvest some of his enormous oil profits through the London money markets. We did cover the whole range of Anglo-Iranian relations and particularly matters concerning economic relations. And what I think really did impress me was not only his grasp of the matters we were discussing, but also his very high regard for the United Kingdom. در بخش پایانی این گزارش اشاره کوتاهی است که خطرپذیری‌های قابل توجه تغییرات سیاسی در ایران چی میتونه باشه، یعنی برای اینکه آماده بشن برای اینکه کمترین لطمه رو بخورن پیش بینی باید کرد که چه تغییراتی در ایران انجام باید بشه. به نظرم میاد که این بخش رو باید در کنار یک سیاست کلی بریتانیا تلقی کرد که حالا در گزارش دیگه به اشاره بیشتری میکنم، ولی در یک دوره طولانی به خصوص 4 سال پایانی حکومت پهلوی سیاست وزارت خارجه بریتانیا که متأثر از گزارش‌های سفیر بود، یعنی سر آنتونی پارسونز، بیشتر آرامش بخشی و اطمینان دادن به لندن بود برای اینکه حکومت ایران با ثباته و هیچ خطری ایران رو تهدید نمی‌کنه. لندن در مورد انقلاب ایران بر اساس گزارشی که موجوده، این تصور بر من ایجاد شده و این نظر وجود داره، بیشتر نگرانی که داشت به طور سنتی از نیروهای چپ بود
و به خصوص نیروهای چپ مسلح و نیروهای مذهبی رو آنچنان خطری برای شاه نمیدونست. حتی در یک دوره تصور میکردن که اونا متحد حکومت پهلوی هستن علیه خطرات کمونیسم شوروی. به این جهت اون رشد جنبش مذهبی و به خصوص تحت رهبری آیت الله خمینی نادیده گرفتن، صرفا روی نیروهای مسلح چپ به عنوان خطر بالقوه و بالفعل حکومت پهلوی تکیه میکردن. Would your majesty say that there is still opposition to you, be it religious opposition, be it communistic opposition? Communistic very much, every day more. And a very, very funny thing developing now is what the Marxist organization, which has a label of Marx, Islamic Marxists. This is something quite new. Yes, definitely. I think the more we have success, the more desperate they become and they try to do what they can against us. یکی از مواردی که در این نشست‌ها و این کارگروه ویژه مورد سوال بود، بررسی گزینه‌های محتمل در مورد آینده ایران و حکومت آینده ایرانه که خیلی جالب توجه. برای اینکه تا قبل از آبان 57 اساساً به این مسئله فکر نمی‌شد در لندن و واشنگتن، به خصوص در لندن، و آلترناتیوی برای حکومت آینده ایران متصور نبودن و مطمئن بودن که شاه شرایط رو می‌تونه غلبه بکنه بهش و می‌تونه در واقع بدون اینکه هیچ دردسری داشته باشه مانند دفعات قبل بحران رو به اصطلاح اداره کنه. سه تا گزینه مطرح میکنن در این زمان برای اولین بار به طور جدی به عنوان گزینه‌های محتمل، که یکی بازگشت یه نوع حکومت غیر نظامی تحت نظر خود شاه است، یعنی یک حکومتی که به نوعی تقریبا دموکراتیک تر هست و یه سری آزادی مدنی میده تحت حکومت خود شاه. دوم یک جمهوری اسلامی است که برای اولین بار در تمام اسناد بریتانیا اسم از جمهوری اسلامی برده میشه. و سوم یک حکومت چپ، یک رژیم چپ، تقریبا مطمئن بودن که اگه همچه اتفاق بیفته کاملا تحت کنترل کامل کمونیست ها خواهد. یعنی این سه تا گزینه رو محتمل میدونن و اولین بار هست که در واقع هم برای آینده ایران بعد از شاه فکر میکنن که چه اتفاقی ممکنه بیفته، و اولین باری که اساسا اسمی از یک گزینه محتمل به نام جمهوری اسلامی اسپور نمیشه، که تقریبا در هیچ دوره‌ای در تاریخ ایران در دوره محمد رضا شاه به خصوص همچین اتفاقی نیفتاده.